چنار جون. ولم کن، میتونم رو پای خودم وایسم؟ میتونم. این چه حال و روزیه چنار؟ مگه حال و روزم چشه؟ مست کردی؟ واقعا خیلی تابلوه. چنار تو دارو مصرف میکنی؟ جون هرکی دوست دقیقه رو حتم بزن مامان. چه خبرته مثل بچه های نوجوون؟ به خاطر یه دختر بی سر و پا ببین به چه روزی افتادی. مامان درست حرف زن. یه لحظه با من بیا ببین. ولم کن مامان. گفتم بیا. ولم کن، دردم میاد. اعتراض نکن، با من بیا. ولم کن، دردم میاد. چنار حرف گوش کن. ولم کن. مامان ول کن. خیلی خوب باشه، کاریت ندارم. خیلی خوب فهمیدم نمیخوای. باشه پسرم. مامان ولم کن. به من دست نزن. دست نزن. بشین اینجا. بشین. به من دست نزن. بشین. برم ماما، 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 میخوام حالت بهتر بشه، نمیخوام که اذیتت کنم. ماما برم کن، برم کن. مامان آیشه گل منو دوست داره. او را دوست داره. کیو؟ با این از کارایل. همونی که مرده؟ هم مرده، مامان زنده است. چی؟ زنده است. آیشه گل خبر نداره. از کجا میدونی زنده است؟ مامان تحقیق کردم، مزارش خالیه. تنها چیزی که میدونم اینه، مزارش خالیه. مامان، مامان عیشه گل هیچ وقت به من علاقه من نمیشه. حتی وقتی فکر میکرد با این از مرده و اونو فراموشتر کرده، اگه به فهمه زنده است. مامان مامان، من بدون آیشه گل نمیتونم زندگی کنم. مامان، او به خاطر فایراز کاره دست به خودکشی زد. من به خاطر او نمیکنم. مزخرف نگو. این کارو میکنم مامان، من که چیزی ندارم از دست بدم. چنار، آیشه گل برمیگرده، مطمئنش. بله نفر خانم. بهری خان باید حرف بزنیم. نه خیر. بگین کجا هستین، لازم باشه خودم میام. احتیاجی نیست خانم. بهری خان خواهش میکنم. نفر خانم اینجا برای شما خیلی دوره، تو جاده شیله، رستوران علی. جای چندان جالبی هم نیست، این وقت شب خودتونو خسته نکنین. این حرف رو نزنین، ما یه خانواده ایم. خانواده؟ اتفاقا منم الان برای اجتماع خانوادگی اومدم، برای همین نمیخوام کسی مزاحمم بشه. هر حرفی از بدن میزنیم. الو، نمیذارم بمونه برای فردا.
نوره خانم بود. چی میخواست؟ کاری که این روزا همه ازم میخوان، حرف زدن با من. بگی اینه؟ ها اون دکمه که دست یاووس پیدا شد خب اثر انگشتی ازش در اومد؟ نه مطمئنم خلیل کشتتش. من که اصلا فکر نمی کنم خلیل یه همچین لباسی تنش کنه ممتاز. پس کار کی بوده؟ یه دقیقه سب کن ببینم. چه؟ چرا تو اینقدر گیر دادی به این کرم؟ انگار حرف من متوجه نمیشی ها؟ مأموریت من اینه، یعنی در واقع مأموریت ما اینه. پس چرا من احساس میکنم موضوع یه چیز دیگه است؟ ادا من چه میدونم؟ تو تا حالا این یارو رو دیدی؟ نه. مطمئنی؟ قیافشم از روی عکسا میشناسه. چی شد پسه؟ ادا داره یه چیزی رو پنهون میکنه ممتاز. یعنی چی؟ بپر پایین، زود باش. برو پایین، برو پایین میگم، برو پایین. کجا برم؟ زود باش. چی میگی تو؟ بجام کار دارم. بارون میاد. خیس میشم. بعدن حرف میزنم. خلیلو چیکار کنم؟ به خدا رئیس پدرمو در میاره. حالا میبینی. دهنمو به هم میدوزه. برای شام دعوتم کردی نمیخوری، خواستی حرف بزنیم سکوت کردی. دلم میخواست هم شام هم حرف زدنمون توی فضای دیگه باشه، حداقل تو خونت، جایی که بهش تعلق داری. حق داری، من اشتباه کردم، دور از چشمت یه کاری کردم، ولی ازت میخوام دلیل این کارامو درک کنی بحری. این به خاطر درک نکردن تو نیست، به خاطر اینکه بهم دروغ گفتی ازت دلخورم دسپینا، و اونا چیزی عوض نمیکنن. برای جبران کارم هر کاری لازمه بگو بکنم، هر چی بگی قبول میکنم. یعنی زخممو کسی که زخمم کرده درمون کنه؟ بابتشم خیلی ممنون، بابت همراهی کردنت هم همینطور. بحری خواهش میکنم. یه نفر میفرستم تو رو برسونه. شما کی هستین؟ قبل از اینکه دخل عمتونی بیارم یکی حرف بزنه. اومدیم با کشتی به دوستی.
خدا بگم چی کارت کنه بحری؟ اینو خودم فهمیدم. بیارزه ها، گاز بده، برو برو برو. دسپینا، دسپینا اون میخواست تو رو بکشه. تموم شد، تموم شد. اینا همشون قاتلن. بیا 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 بریم. پشت سرت بود، اسلحه داشت. تموم شد، تموم شد. ببین من حالم خوبه. من اونو زدم، زدمش، چون اگه نمی زدمش اون تو رو می زد. اسلحه رو زمین بود، از رو زمین برش داشتم. بحری، من یه نفر رو کشتم. تو جون منو نجات دادی. بیا بیا بریم، بیا بریم عزیزم. این آدم ها کیه؟ چی از جونمون میخوان؟ همونان آدم های ارال نزول خور که امشب آخرین شب زندگیشو میگذرونه. حالا چی میشه؟ این جسد ها چی میشن بحری؟ چی میشن؟ نترس عزیزم، نگران نباش، من حلش میکنم، خودم درستش میکنم. نه خیلی خوب، آروم باش. بیا سوار شو، بیا بیا. با این حساب باید این لحظه رو جاودانه کنیم تا برامون یه یادگاری بشه. فیلم تمام دوربینای این اطراف رو میخوام فوراً. رو چشم نبره خانم. این کارم گندش در اومد. معلوم نیست باید دنبال کار اطلاعات باشی یا حساب قمار مردم رو نگه داریم. گفتیم فقط چای قهوه است دیگه، آسونه. اگه تمام میشه این بدبختی. آوا، یا خدا، بسم الله الرحمن الرحیم. بفرمایید خانم، بفرمایید. چیزه، ماشینم خراب شده. خراب شده؟ مشکل فنی. های فهمیدم. تو این کار واردی؟
میتونین کمکم کنی؟ راستش نمیتونم بگم باردم، ولی خیلی دوست دارم کمکتون کنم. ماشینتون کجاست؟ همین جهات. بفرمایید 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 بفرمایید. شما کاپوتو باز کنید. خب ببینیم چی کار میتونیم بکنیم. البته خب بفرمایید تو، اینجوری بده. خیس میشین شما، خیس میشین. برین تو. خیس بشم مشکلی نیست. اوزا چطوره؟ بمیرم. اوزا بذار ببینم، شب بود، یابان بود، طوفان بود، زمستان بود، باران بود. آها اینجا کابله، شاید اگه اونو جا بندازم یه اتفاقاتی بیفته. یه استارت بزنیم ببینیم چی شد. ای خدا، تو رو جون هر کی دوست داری روشن شو. فقط آره روشن شد. خب دیگه ما اینیم دیگه، روشن شد. آخ حالتون خوبه؟ وای نه دردم اومد. ببینم خوبه؟ خوبه. خون نمیاد. آره خطرناکه. ولی خطرناکه. بریم براتون یه کاری کنی. چیکار کنی؟ زخمتونو پاماد بزنی. چی بزنی؟ پانسمان کنی. نه شما زحمت نکشین، احتیاجی نیست. نه نمیشه، هتلم همینجاست بابا، خیلی نزدیکه. خیلی خوب، بریم پانسمانش کنیم. البته فقط محض احتیاط. بریم بفرمین. آخ جون پانسمان. بیا بشین اینجا. بشین عزیزم. برم دستمو بشورم. چیزی رو دستات نیست اسمینا؟ این دستا یه زن خیلی شجاعه. بلند نشو، بشین اینجا، الان برات یه لیوان آب میارم. نه لطفا نرو، خواهش میکنم منو تنها نذار. خیلی خوب باشه عزیزم، نمیرم. باشه آروم باش. شما بودی؟ همه خوابیدن، فقط من خوابم نبرده. داداش اینا یه جوری اومدن، باید میدیدین، میخوندن، میرقصیدن. دسپینا تو حالت خوبه؟ خوبه، چیزیش نیست، یه ذره تو ماشین حالش بد شد. باشه الان برات قرص میارم. نه دخترم، ما دیگه میریم بخوابیم، تو هم برو بخواب. باشه شب بخیر. آیشه گل، من یه نفر رو کشتم.
حکمت. فکر میکردم دیگه نمیای. با ممتاز بودم. یه خبر خیلی عجیب دارم. چه خبری؟ رد کرم رو پیدا کردم. جدی میگی؟ کجاست؟ چطوره؟ نمیدونم والا، باید پیداش کنی. تصمیم که نداری از من پنهون کنی؟ چیه؟ چی کار میکنی؟ گوش کن. دردم میاد، ولم کن. خوب گوش کن. دیگه وقتش یه چیزایی برام توضیح بدی. درسته؟ چی داری میگی تو؟ از کی همدیگر دوست داشتیم؟ تعریف کن. چه دوست داشتنی؟ اونی که میگفتی دوستش داشتی و مرد کرم نیست؟ برای همین انقدر دنبالش پیداش کنی؟ تعریف کن. آره، کرم عشقم بود. آره. این قرص رو بخور، کمک میکنه راحت تر بخوابی. بدش من. من نمیتونم دیگه چشمامو ببندم. انگار اگه چشمامو ببندم اون آدم رو میبینم. بسمینا، اگه تو اینقدر شجاع نبودی شاید الان بابا اینجا نبود. حق با عاشقوله. عزیزم، تو جون منو نجات دادی دسپینا. ولی اون آدم رو من به جون تو انداختم. آخه ای کاش، ای کاش میشه اون نزول خور نمیرفتم. لطفاً خواهش میکنم دیگه خودتو سرزنش نکن. اتفاقی که افتاده بهتره ببینیم از این به بعد چی کار باید بکنیم. کسی هم دید؟ من نمیدونم. من بهتره برم خودم رو معرفی کنم. نه، تو بهش فکرم نکن. اگه قرار باشه به خاطر این موضوع کسی بیفته زندون، اون یه نفر منم. تو دانشگاه آشنا شدی؟ از همه پنهون کردی؟ آره، نخواستیم تو محل کار مشکلی پیش بیاد. عادت کردیم رابطمونو پنهونی ادامه بدیم. حتی یواشکی نامزد کردیم. خب بعد؟ خب بعدش فرستادنش تو این خونه این است. چه اما بعدم غیبه زد، نه خبری ازش بود نه ردی، هیچ. از کجا میدونی زنده است؟ میدونم، از طریق سازمان ردشو گرفتم. آخرین بار تو یونان دیده شده. حالا قضیه روشن شد. کرم، 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 کرم. خب چی کار کنم؟ همش به اون فکر میکنم. نمیدونم کجاست، چی کار میکنه. اصلا حالش خوبه؟ چرا پیداش نمیشه؟ دارم دیوونه میشه. ببین، اگه یه بار دیگه به هم دروغ بگی مغزتو داغون میکنم، فهمیدی؟ باشه، قول میدم. کمکم کن پیداش کنم.
تو خیلی بهتر از من میدونی جدا شدن از عشقت یعنی چی. فقط تو رو کم داشتم. آخ آی خیلی دردت اومد؟ نه نه خوبم. فکر کنم تموم شد. جدی؟ تموم شد؟ بذار ببینم. اوه خیلی خوب خیلی خوب. من دیگه بلنشم برم. به همین زودی؟ کار و زندگی دارم. خوب میشستی یه نوشیدنی میخوردی؟ نه نه من دیگه برم. اگه بری خیلی چیزا رو از دست میدی. مثلا چجور چیزایی؟ ازت خیلی خوشم اومده. خب راستش دیرم میشه، مامانم نگران میشه. ای خدا دیرم شد. مطمئنی میخوای بری؟ بگم چی کارت کنه کچل ممتاز. چرا هیچی نمیخوری آیشه گل؟ واقعا خیلی خوشمزه است. نورا خانم میشه بریم سر اصل مطلب؟ ببینین اگه میخواین در مورد چنار حرف بزنین، خودش دیشب اومد خونه پدرم، نشستیم دوباره حرف زدیم. الان واقعا مطمئن نیستم چی میتونم بهتون بگم. از کجا میدونین موضوع در مورد چناره؟ پس در مورد چی؟ درسته که خونه رو ترک کردی، اما شما هنوزم زن و شوهرین، یعنی ما یه خانواده ایم، اونم یه خانواده بزرگ. خیلی کنجکاوم بدونم این بحث به کجا کشیده میشه. اعضای خانواده باید هوای همو داشته باشن، اینطور نیست؟ منم میخوام هوای خانواده‌مو داشته باشم. حتی اگه مرتکب قتل شده باشم. ماجرای اولین کسی رو که کشته بودم و برات تعریف کردم؟
آدل توپال و برادراش پدرمو کشته بودن. تنها هدفم تو زندگی پیدا کردن و کشتن اونا بود. پیداشونم کردم. برادرای عادل و بدون کوچکترین معطلی کشتم. ولی اون اسمش جنایت نبود. درست مثل کار تو. باور کن کشتن یه نفر یه چیزه، جنایت یه چیز دیگه. تو جون یه نفر رو نجات دادی، هیچ تقصیری نداری. به روزی که منو شناختی لعنت میفرستی، مگه نه؟ هرگز. این ویدیو پیش شما چی کار میکنه؟ پس تو از دیدن ویدیو تعجب نکردی، از این که پیش من تعجب کردی؟ آره؟ خب تو خانواده شما قتل و آدم کشی یه کار عادیه. نورا خانم، لطفاً موقع حرف زدن در مورد خانواده‌ام حد و حدود خودتونو بدونین. این شما این که باید بدونین. پدرت اومده با پررویی ما رو محکوم میکنه. چطور جرأت میکنه؟ این ویدیو رو برای چی به من نشون دادین؟ خواستم کمکتون کنم. دلت که نمیخواد اینا بیفته دست پلیس. اینایی که نشون دادین دفاع مشروع بود. جدی؟ اینجا که اینطوری به نظر نمیاد. شایدم فیلمو کوتاه کردم. شما چه جور آدمی هستین؟ یه مادرم که فقط به فکر زندگی بچه‌شه. از من چی می‌خوای؟ یه کار ساده. برگرد خونه. این کار یه جور باجگیریه. ببینم، شما واقعاً زنی و لایق پسرتون چنار میدونین که مجبوره به زور باهاش باشه؟ عایشه گل، میدونی عزیزم از همون اول تو رو نمیخواستم، اما دل دیگه. بگذاریم، فکر کنم توافق کردیم. آه بابا، به جای دستش باید گردنشو قطع میکردی. چطور جرات کرده همچین کاری کنه؟ گفتم اگه دستش بره عقلش میاد سر جاش، ولی اشتباه میکردم. مردک بیشرف حد نشناس. صبر کن بابا، وقتی پیداش کردم میدونم چی کارش کنم. آره، از این مدل آدم ها خیلی خوشم میاد. فکر میکنن مردن مثل قش کردنه. الان دست و پاشو میلرزه، دنبال یه سوراخن که قایم بشن. دست به جنبونین، زود پیداشون کنیم. وقتی پیداش کردیم چی بابا؟ چیکار کنه؟ بیاریمش پیش خودت مجازاتش کنه؟ دستمو به اندازه کافی برای اون سگ آلوده کردم. خودتون حسابشو برسین. خیالت راحت بابا. نگران نباش ردیفه. Thank you.
سرم داره میترکه. حقت بود، خیلی هم خوب شد. کلت باید منفجر بشه. اینجوری نگو خوب. دیشب چی کار کردی؟ دختر و پسر رفتین خوشگذرونی؟ نه بابا، تو گروهمون فقط یه دختر بود، اونم که اصلا شبیه دختر نبود. کجا بودین؟ بچه ها گیر دادن بریم کاراوکه، رفتیم یه کلوب. ما پس که اینطور؟ این روزا کاراوکه چقدر مود شده. چی شد؟ چیزی ناراحتت کرده؟ نه بابا، نمیخوام تعریف کنم باعث ناراحتی تو هم بشه. بگو بابا، کنجکاو شدم. چی شده؟ اتفاقی مسخره. قبض گاز اومده. بچه‌ها کل ما شعله بخاری رو گذاشتن تا آخرش. نتونستیم پرداخت کنیم. اومدن گازو قطع کردن. خونه هم مثل یخ شده، انگار قطب شماله. مشکلت اینه؟ آی فاطه، واقعا خیلی خوب حلش میکنیم. والا برای تو خیلی کوچیکه، ولی برای ما مشکل بزرگیه سگل جون. یخ زدیم. منظورم این نبود، گفتم حلش میکنیم. چقدره؟ مزخرف نگو، به خاطر این تعریف نکردم که نمیتونم از تو بگیرم، اصرار نکن. خیلی خوب، یه کاری میکنیم. فکر کن از من قرض گرفتی. خب؟ نه، نمیتونم به خودم بقبولونم. ما هم برای خودمون یه غروری داریم. میگم قرض میدم، کشش نده دیگه. بیا سوکل جونم، میدونی قلبت مثل جواهر میمونه؟ خیلی این حرف رو به من میزنن، آخه خیلی دوستم دارن. عزیزم. ببین آیشه گل گذاشت رفت، منم میرم، ولی بهت قول میدم برای پیدا کردن کرم هر کاری از دستم بر بیاد میکنم، بهت کمک میکنم. منو دست تنها نمیذاری که. هیچ وقت، نگران نباش. خب الان میرم با نورا خانم حرف میزنم. چه خبره؟ آیشه گل خانم، برگشتی؟ آره برگشت. برای همیشه برگشت؟ بله، برای همیشه پیشمون میمونه، مگه نه آیشه گل؟